با درود خدمت شما مخاطبین عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های چالش با شما هستیم. در این برنامه خواهیم پرداخت به دو موضوع: ترور سلمان رشدی در نیویورک و دوام اعتراضات طبقاتی در دل جامعه. اما در ابتدا میخوام شما رو دعوت بکنم به پای گفتگویی که انجام دادیم با رحمان حسین‌زاده در رابطه با ترور سلمان رشدی. با ما باشید. رحمان حسین‌زاده سلام عرض کنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با تشکر از شما و همکاران و با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز. سپاسگزارم. خب همونطور که میدونیم در شهر نیویورک اگه اشتباه نکنم روز پنجشنبه 12 اوت بود که توسط فردی به نام حسن مغنیه یا هادی مطر، سلمان رشدی نویسنده معروف هندی بریتانیایی که یکی از کتاب‌هاش آیات شیطانی هستش و در این رابطه فتوای خمینی رو گرفته بود سال 57 اگه اشتباه نکنم، در بهمن 67 بله 67 میبخشید، در 67 بعد از جنگ در اواخر عمر خمینی فتوای صادر میکنه و در واقع این فتوا بین مسلمانان مخصوصا شیعه و حزب الله خب مهم بوده که شاهد این بودیم که در واقع این عمل تروریستی رو انجام دادن. اما در این رابطه میخواستم از شما بپرسم که در واقع این وضعیت ترور رو شما چگونه بررسی میکنید؟ قبل از هر چیز این قصد ترور یا ترور سلمان رشدی در نیویورک همونطور که شما اشاره کردین قویان محکومه و طبعا خیلی روشنیه تروریسم اسلامی اوریانه و باز واضحه که جمهوری اسلامی پشت این ماجراست، هم به دلیل اینکه همونطور که شما اشاره کردید خمینی جلاد در سال 67 یا 89 میلادی در حال این فتوای قتل و ترور سلمان رشدی رو به دلیل همون کتاب آیه‌های شیطانی مطرح کرد. این نه تنها فتوا علیه یه شخص به اسم سلمان رشدی بود، این طبعا فتوا علیه ابتدایی ترین حقوق انسان ها کنم، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی ابراز وجود انسان هاست توسط سردمدار تروریسم اسلامی در دنیا که به نظرم خمینی بود اعلام شد. از نچه هم از اون زمان آقمت ما به عنوان کمونیست ها و آزادی خواهان و به نظرم صف میلیونی و میلیاردی انسان های منصف حق طلب در دنیا این فتوا رو محکوم کردن، علیهش بودن و الان میبینیم بعد از 33 سال نهایتا اینا قصد کشتن کامل سلمان رشدی رو داشتن که خب بهش تعرض کردن، به شدت صدمه دیده، اما خوشبختانه علائم اینو نشون میده که در حال به زندگی بازگشته، اما این چیز از اون کم نمی کنه. این اقدام شنیع که توسط یه حزب اللهی یه اونطوری که معلومه یه عنصر یه فرد حزب الله طرفدار سپاه پاسداران و سپاه قدس و جمهوری اسلامی دست به این کار زده، الان خود این فرد مجرمه و یه تروریسته، اما از اون مهمتر اون دولت تروریستی و اون جنبش تروریستیه که پشت سر اینه، اونم جنبش تروریسم اسلامی به طور مشخص جمهوری اسلامی. بنابراین علاوه بر محکومیت که باید از جانب افکار عمومی و بشریت مترقی اونجوری که هم در این روزا دیدیم به شدت محکوم و مردود اعلام بشه، اما فراتر از اون باید در فکر راه مقابله جدی با این تروریسمی بود که الان دیگه نه تنها در خاورمیانه
در اقصى نقاط دنیا و در خود اروپا و الان این مورد در قلب امریکا و شهر مشهور نیویورکشون در حال اقدام دست به این اقدام تروریستی زدن. اون تروریسم اسلامی که در سال 57 خود کنفرانس گوادلوپ با شرکت فعال دولت امریکای وقت و با حمایت دولت امریکا تا به حال و حتی تا پروژه برجامشون تروریسم اسلامی حاکم در ایران رو حمایت کردن، الان میبینیم در خود نیویورک و قلب امریکا داره به آزادی بیان، آزادی ابراز وجود و به سلمان رشدی به این شکل تعرض میکنه. بله دقیقا. خب در همین رابطه من میخواستم بپرسم، خب فتوای خمینی که شما هم بخشن اشاره کردید در واقع به ماهیت این در این عمل شنیع ضد انسانی ضد بشری، فتوای خمینی در 25 بهمن 67 مبدی بر قتل سلمان رشدی به دست مسلمانان، خب این قضیه رو شما از به لحاظ سیاسی چگونه بررسی میکنید و خب ابعاد این از ابعاد این چیه به نظر شما؟ دوباره از این بخش آخر سوالت پاسو به بخش آخر سوالت شروع کنم. ابعادش از اون دوره، یعنی از زمانی که جمهوری اسلامی اومد سر کار خودش یه تحول بود، اونم اینه جنبش ارتجایی اسلامی سیاسی یه اعتماد به نفس و یه قوت قلبی و نه تنها در ایران و خاورمیانه در دنیا گرفت و یه عرصه کارکرد این جنبش اسلامی و جمهوری اسلامی حاکم تروریسم بوده. از همین روز اولی که در تهران ترورها رو تحت نام اعدام شروع کردن و بعدن نه تنها در چارچوب جغرافیای ایران، در خاورمیانه و در دنیا، در همون یک دهه اول عمر جمهوری اسلامی که خمینی جلاد وجود داشت تا در ادامه و همین سالان بر حال عقبت تروریسم اسلامی هم از آستین خود جمهوری اسلامی مستقیما در اومده، هم جریانات تروریست اسلامی دیگه اشاعه پیدا کردن، گسترش پیدا کردن، حتی تروریسم اسلامی شیعی یا تروریسم اسلامی سنی هم که در قالب القاعده و داعش و طالبان و مجاهدان غربی افغانستان و حتی گروه های تروریستی اخوان المسلمینی که در دنیا هستن. میخوام بگم شما میگین باستابش یا ابعاد در دنیا چی بود؟ از این دوره و بیجه با این فتوای قتل سلمان رشدی دیگه یه ابعاد خیلی بی‌نقاب، یک جلادیت، یک تروریسم بی‌نقاب اسلامی از این دوره به شکل اوریان چند در دینشون به انسانیت در دنیا داره نشون میده. چرا خونه این دست این کار زد؟ ببینید جمهوری اسلامی است روزی که سر کار اومد و با رهبریت خمینی دنبال به قول خودشون صدور انقلاب اسلامی، ما باید بگیم صدور تروریسم اسلامی در دنیا بودن. یه دوره با اون جنگ ایران و عراق بسته شد که از اون کانال اون تروریسم اسلامی و انقلاب اسلامیشو پان اسلامیشون رو به اون معنا در منطقه و حتی در دنیا اشاعه بدن. این که خمینی میگفت زن زن تا رفع فتنه دقیقا همین مسئله بود که میخواستن تحت به قالب اون زن زن تا رفع فتنه به قول خودشون انقلاب اسلامی و تروریسم اسلامیشون رو صادر بکنن، اما با ناکامیشون در جنگ با عراق اون پان اسلامی رو شکست خورد، این صدور انقلاب اسلامیشون هم دوچار وقف و صدور تروریسمشون هم دوچار وقف جدی شد. چند ماه بعد اون این ماجرای آیات شیطانی سلمان رشدی بهانه این شد که خمینی و جریان اسلامی حاکم در ایران برای این که به قول خودشون هژمونیشون رو در چارچوب جنبش
تروریسم اسلامی حفظ کنن، این رو بهانه کرد فتوات داد خودش رو کناکن در رأس دریانت تروریست اسلامی دنیا نگاه داره، اعتبار یا رجمنشو به این منظور این کار رو کرد که تا به حال ناکامل بود. اما کاری که درست در نیویورک اتفاق افتاد معنیش اینه به درجه اینا برحال تونستن در راستای هدف جنایتکارانشون قدم بردارن. اجازه بدید مثلا که یه مشکل فنی برای کامپیوتر من داره وجود میاد، امیدوارم درست بشه. بله میخواستم بگم به این دلیل و به این هدف این کار رو کرد و برحال اون موقعیت برای خودش در جنبش تروریسم اسلامی در دنیا و در منطقه حفظ رو کنه. برحال به درجه به تروریزمشون در اینجا و اونجای دنیا ادامه دادن و این گام های بودن رابطه برداشتن در رابطه با سلمان رشدی تا به حال موفق نشده بودن، اما خود این کار در دو سه روز قبل برحال میتونن صورت خودشون رو با سیلی سرخ نگه دارن. بله به هدف تروریستیمون نزدیک شدیم، الان اگر کاملا ترور شده بود یعنی به اون معنا فوت کرده بود سلمان رشدی به طور واقعی جمهوری اسلامی میتونست بگه من موفق شدم، اما فعلا خوشبختانه این انسان در حال حیات و اینان به هدف کاملشون نرسودن و آبروی بیشتر و رسوایی بیشتری در دنیا نصیبشون میکنه. بله بله دقیقا، و خوشبختانه سلمان رشدی فعلا به هوش اومده و صحبت کرده، مقام های آمریکایی و رسانه ها به این شکل میگن. اما در رابطه با در واقع سوالی که دارم بی ربط نیستش به این قضیه، در رابطه با این هستش که زمانی که خمینی فتوا داد در اون برهه، خب کسایی که جناح‌های مختلف حکومتی بودن از میرحسین موسوی گرفته تا عطاالله مهاجرانی و مقامات دیگه، اون زمان در واقع چه روی کردی داشتن، چه موضعی داشتن و الان چه روی کردی رو دارن به نظر شما؟ قرار بود با پوزش از بینندگان من یکی دو مشکل فنی پیش اومد، مجبور شدم صحنه مقدار تغییر کرد. اما سوال خیلی به جایی مطرح میکنید شما. ببینید زمان که خمینی این فتوا رو داد همه جناح‌های جمهوری اسلامی حامی قاطع فتوای خمینی بود و من در این دروزه تاریخ سر این مقدار نگاه میکردم. ببینید بعد از خمینی رفسنجانی اولین فردشون که حمایت قاطع میکنه از فتوای خمینی میگن علی اسلام و مثلا بعد از رفسنجانی این وقت رئیس مجلسشون بود، به قول خودشون بعد از خمینی آدم مهمشون بود، اما بعد از رفسنجانی میرحسین موسوی که نخست وزیر وقت بود، مشهور نخست وزیر امام بوده، این دیگه کاسه داختر از آش به قول معروف از خمینی داختر برای اون در ظرفیت نخست وزیر اون وقت امام و جمهوری اسلامی میگه حزب الله باید دستگیر بشه، حزب الله باید فتوای امام رو اجرا بکنه. این هم موضوع اون همین آقای مهاجرانی که شما به گروه اسم بردی رو اون وقت یکی از مقامات بالا بود در مجلسشون و در دستگاه اداری دولتشون، به حال تئوریزش کرده این فتوای ضد انسانی خمینی رو کتاب براش نوشته، تئوریزش کرده و تنگ تخ مثلا این وقت در انگلستان نشسته و همین دیروز پریروزی که به سلمان رشدی حمله شده تاییدش میکنه و تاییدش کرده. خیلی هم با پررویی و حق به جانبی مثلا پاسخ رسانه هایی که رفتن سراغشون نداده، در حال داره از همین کارای تروریستی خمینی و نظامش تا کاری که خودش کرده حمایت کرده. به نتیجه جناح‌های مختلف
جمهور اسلامی در وقت خودش هر بخش بوده از این کار تروریستی تمام کمال حمایت کرده و حتی اونایی که به اصلاح طلب و اعتدالی مشهور بودن و اون دور کاری بودن خیلی حق به جانب تر طرفدار خمینی بودن و خودشون به قول معروف به امامشون نزدیک بودن. ولی چه به این نما کارنامه همچون تروریستی و سیاه و میر حسین موسوی در دیاره عجیبی هفته گذشته یه بیانیه داده بود این رسانه های معلوم الحال بی‌بی‌سی و ایران انترنشنال و غیره با کبکبه و دردبه رفتن سراغش. الان این تعرض به سلمان رشدی 4-5 روز بعد از این ماجرا دوباره پتی میر حسین موسوی رو رو آب انداخته. چه انسان متعهد تروریست به خمینی بوده. خودتون هم الان خود این رسانه ها میدونن این تناقض رو چجوری پرده پوشی کنن. 4-5 روز قبلی که میر حسین موسوی و گویا به عنوان یه عنصر اعتراضی و انتقادی و برابر بنظرم که همون وقتا خیلی ها نوشتن و گفتن و گفتیم بگم این آدم خود جزو پیکره جمهوری اسلامی بیز دهه اولشه، آه و نالش برای دوره طلایی امامشه. دوره طلایی امامش یکی همین فتوای قتل سلمان رشدی ها و کشتار سال 67 و دهه 60 و انداختن جنگ ایران و عراق و انواع برحال ناهنجاری هاییست که به جامعه ایران حتی خاورمیانه تحمیل شده. این اعتراضش فقط به خامنه‌ای خاندان خامنه‌ای غیرا هم طرفدار ولی فقیه هم طرفدار به حال امام دوره طلاییشه. همین الان نوه خمینی بکنن و روی فقیه جناب میر حسین موسوی هیچ اعتراضی نداره، هیچ موروسی هم نمیدونه. این جنگ قدرت درونی خودشونه که ربطی به منفعت کارگر و مردم و شهروندان جامعه ایران نداره. و نهایتا مسئله دورنشین از میر حسین موسوی تا رفسنجانی تا مهاجرانی تا همه جناحای جمهوری اسلامی در راستای عملی کردن فتوای تروریستی خمینی یک کارنامه مشابه دارن. همه اینایی که یه روزی سرکرده بودن در جمهوری اسلامی از زنده به این جرم باید محاکمه بشه. بله دقیقا. اما خب قضیه بسیار در واقع جالب هم نیست. در واقع وضعیتی بسیار یه وضعیتی هستش که در آمریکا الان در واقع اون ضارب وارد سالن سخنرانی میشه، به قول آمریکا که هی دم از قدرت اطلاعاتی این کشور میزنه که ما هر جا پرنده پر بزنه خبردار میشیم در هر کجای دنیا. و میبینیم دفعه‌های قبلی هم برای فعالین مختلف مثل علی نژاد و غیره آوردن که مثلا ما بازداشت کردیم که حالا مربوط به این بحث مشخص نیستش، ولی میبینیم که توی همون سالن با سیکیوریتی با محافظ علارغم اینکه وجود داشته میاد وارد میشه. این ضارب لبنانی الاصل یا لبنانی میاد میکشه، در واقع میاد میبخشه ترور میکنه که خوشبختانه ترور ناموفقی بوده. خب نقش دول غربی و مشخصا آمریکا در حفظ جان سلمان رشدی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید در همین قضیه مشخص به نظر من همه ناظران آگاه به روشنی این حدس رو دارن و این ارزیابی رو دارن نه تنها از سهلنکاری گویی فضا رو طوری چیدن این عنصر تروریست به آسونی بتونه دسترسی به سلمان رشدی پیدا بکنه و جلوی چشم اون بهت‌زده اون انسانهایی که اونجا نشستن این رد فرصت داشته 8 دوره با چاقو اونو بزنه. سراسیما و تصویر این عنصر تروریست رو نگاه میکنی و گویا با کوله پشتی که در پشت داشته به قول شما هر نیروی سیکیوریتی که اونجا میبود و محافظ و اونجا میبود قائدتر میبایست جلوی یه چنین عنصری در اون محیط
با تهدیدی که برای سر کسی مثل سلمان رشدی بوده بگیره. بی امنی در کار بوده. من الان نمیخوام وارد این تحقیق چون منبع موثقی ندارم تا قطعا بگم اینا خودشون راه رو باز کردن. اما اون چیزی که معلومه برحال این آدم فضا رو اونقدر آماده دیده که میتونه به این کار تروریستی دست بزنه و گویا از زمانی که رشدی با امریکا نقل مکان کرده دیگه اون سیکیوریتی اون حفاظت لازم مثل گذشته رو نداشته. گویا بخشن خودش خواسته یا نخواسته من الان وارد این ماجرا نمیشم. اما مادامی که تهدید تروریسم اسلامی در همه دنیا و جمله در کشورهای اروپایی و در خود آمریکا وجود داشته، به قول شما اگر این دم و دستگاه اطلاعاتی امنیتی یا آمریکا و کشورهای دیگه غربی ریگی در کفش نمی داشتن، می‌بایست دوباره اینو سفت و سخت می‌گرفتن، مثلا مثل اون دهه اولی که رشدی در انگلستان به سر می برد و به طور واقعی اون دوره تهدید خیلی جدی‌تر بود و حفظش کردم با وجود اینکه این اقدامات بود. درسته من فکر میکنم خود دم و دستگاه اطلاعاتی امنیتی مقصرم در این ماجرا، این به جای خود. اما این برمیگرده به یه مسئله دیگه، کلن در سر کار آوردن تروریسم اسلامی در ایران و در ادامه حیات تروریسم اسلامی در ایران و در منطقه، دولت آمریکا و دولت‌های غربی نقش داشتن، نقش منفی داشتن، کمک کردن به سرکار آوردن و به ادامه حیات جنبش تروریستی اسلامی از جمله در فرمت و قالب دولت جمهوری اسلامی. همین مماشات و بندوبست‌هایی که به بهانه هسته‌ای و نمی‌دونم برجام داشت دارن همه اینو نشون میده و حتی گویا این به نوعی یه هدیه بوده به دولت جمهوری اسلامی از یه طرف دیگه سر این برجام و اینا باش به سازشی برسن. یعنی چه به طور واقعی دولت آمریکا و دولت‌های آمریکا، بگر اینجوری بگم، تروریسم دولتی در جان، تروریسم دولتی آمریکا و دولت‌های بزرگ اروپایی احتیاج به تروریسم اسلامی داره تا خودشو در مقابلش یک تعریف بکنه و یه جاهایی هم تروریسم اسلامی رو به عنوان ابزار دست خودش به کار بگیره علیه حق طلبی، علیه آزادی خواهی، علیه جنبش‌های مترقی، علیه چپ و کمونیسم از جمله بیشه در خاورمیانه. مگه این کارو مگه خود همین دار دست اول جمهوری اسلامی رو خودشون حمایت کردن آوردن و به تروریسم دولتی اسلامی آشکار، بعدن در خود افغانستان همین جریانات تروریست اسلامی رو حمایت نکردن، همین بندوبست‌ها دوباره طالبان رو به قدر بند نگردوندن، در خود سوریه این کار رو نکردن، در لیبی این کار رو نکردن. درنچه اصل مسئله اینه، تروریسم دولتی آمریکا و کشورهای غربی در این حال کمک کننده تروریسم اسلامی بودن و در این مورد مشخصا گویی اصلا کمک کردن این عنصر تروریست مورد حمایت جمهوری اسلامی با آسونی دستش برسه به سلمان رشدی و این تعرض رو بکنه. بله سپاسگزارم. اما دست آخر میخوام از شما بپرسم در برابر این از خود بیگانگی، در برابر این جنایات ضد بشری که تروریست اسلامی رو ما میبینیم که در دل غرب داره دست به این جنایات میزنه و قطعا هم بی ربط نیستش، حالا نظر شخصی منه، شاید درست نباشه که به این بدبستان هایی که بین جمهوری اسلامی که هستش و قراره میگن رئیسی میخواد بره آمریکا و غیره، اینها هم بی تاثیر نیستن که مستقیما ربط داشته باشه، چون سندی ما در دست نداریم مبنی بر این. و خب در برابر این ساختار باید شکر، در برابر این اسلام در برابر این تروریسم برخواسته از اسلام سیاسی باید چه اقداماتی رو انجام داد؟ میدونید الان یکی از ناامنی‌های بزرگ علیه کل میلیاردها انسان در دنیا تقابل و رقابت‌های تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی یا تروریسم‌های سیاه دیگه تحت نام قومیت، ناسیونالیسم، ملی‌گرایی، نژادپرستی و غیره است. به هر حال
در این دنیای ناهنجار تحمیل شده توسط کپیتالیزم جهانی و قدرت‌های جهانیش برها تروریسم، چه تروریسم دولتی، چه تروریسم اسلامی و مذهبی و قومی و غیره، یه تهدید بزرگ علیه بشریت. و در نتیجه برخلاف پروپاگاند دولت آمریکا و کشورهای غربی، تقابل جدی با تروریسم کار دولت‌های کپیتالیستی نیست. کار خود تروریسم دولتی نیست. اینا خودشون اینا رو چجوری بگم اعاده میکنن، دستولید میکنن. ما بارها گفتیم در نتیجه تا زمانی که این کاپیتالیسم تبعیض آمیز در دنیا وجود داره، تروریسم هم وجود داره. از جمله مبارزه قطعی با تروریسم گره خورده به مبارزه قطعی با کاپیتالیسم. اینو باید داشته باشید. این کار جنبش سوسیالیستیه، این کار جنبش طبقه کارگره. اما به طور مشخصا برای افسار زدن به تروریسم اسلامی که الان در خاورمیانه به ویژه میدانداری میکنه و حتی تروریسم دولتی، همین الان در هر کشور هر جا وظیفه طبقه کارگر، صف آزادی خواه و برابر طلب، کمونیست و آزادی خواهانه، درز مثل ابعاد دیده مبارزه علیه تبعیض و نابرابری و ناهنجاری و کاپیتالیسم علیه تروریسم باید به میدون اومد. مبارزه قطعی با تروریسم کار بشریت آزادی خواهه، کار بشریت که هیچ نفعی در اعمال و اقدامات تروریستی نداره. در مثل درسی که باید بگیریم از آمریکاش تا ایرانش تا خاورمیانه تا آفریقا و آسیا و هر جای دیگه، هر جا صدای آزادی خواهی است، هر جا نیروی کار و طبقه کارگری است، هر جا کمونیست‌ها و آزادی خواهان فرصت ابراز وجود پیدا می‌کنند، باید متحد شد، متشکل شد، سازمان یافته شد، حتی قدرتمند و مسلح شد در مقابل تروریست‌ها. تروریسم فقط با نصیحت و تبلیغ نمی‌تونیم عقب برونیم، شکست بدیم. بنابراین دوره اونه جنبش قوی کارگری و سوسیالیستی در هر کشور و در هر جا در صفوف متحد و متشکل و سازمان یافته علیه دولت‌های کاپیتالیستی و علیه ناهنجاری و تبعیض، ریشه‌های پیدایش تروریسم و علیه خود شکل عریان تروریسم به میدون اومد، اونا رو سر جایشون نشوند. و بینیشه اگر در خاورمیانه و بیرون از جمهوری اسلامی سرنگون بشه که سر مار تروریسم اسلامیه، به نظرم تروریسم اسلامی و جنبش تروریستی اسلامی ضربه کشنده خواهد خورد و بشریت در خاورمیانه و در دنیا هم برها محیط مناسبتری برای ادامه زندگی پیدا میکنه. از این سر به نظرم طبقه کارگر و کمونیستای ایران نقش ویژه‌ای داریم. با سرنگون کردن جمهوری اسلامی در حال سر مار اصلی تروریسم اسلامی که در ایرانه پهن کنیم و به عمرش پایان بدیم. بله سپاسگزارم. البته یه نکته‌ای هم که بسیار مهمه به نظر من، در اروپا ما می‌بینیم به واسطه ضد آمریکایی گری در جمهوری اسلامی رو نیمبند در مرابر این چسا در این اعمالی که انجام میده نیروهای بعضن چپی هستن که سکوت کردن، نه اینکه حمایت بکنن، سکوت کردن. و به نظر من این بخشی از طبقه کارگر هست، بخشی از حزب طبقه کارگری هستش که در اون جامعه میتونه تأثیر بذاره که به لحاظ جهانی بتونه در واقع یک نه محکمی به جمهوری اسلامی و سیاست‌های تروریستیش بده. و به نظر من دیگه زمان این رسیده که دیگه در برابر این جناح سرمایه‌داری به شکل هار اسلامی یک نه محکم گفت. فقط من با شما موافقم، در واقع این در ایران بسیار مهمه، در واقع این جنبش سرنگونی طبقه کارگر هستش که نقش بسیار مهمی حتی در جهان میتونه داشته باشه. برای نکته مهمی رو تأکید کرده، من اونو بگم، یکی همین اتحاد همبستگی بین‌المللی علیه تروریسم دولتی اسلامی و دولت اسلامی خیلی مهمه، شما تأکیدشون گذاشته. یک بنده دیگه در کار کمیته آزادی خوان است، در افتادن با اون چیزی که اسمش رو گذاشتن مقدسات. برحال ما بارها گفتیم بابا مقدسات نداریم،
این که در حد یکی دین شما مقدس میکنه، یکی ایدئولوژی شما مقدس میکنه، یکی حزب شما مقدس میکنه، یکی دولت و رئیس جمهور شما مقدس میکنه، نداری. انسان آزاده یه بار به دنیا اومده با صدای رسالت باید بتونه حرف دلش رو بزنه. این اینو که بحث دیگه در فرصت دیگه بهش برگردیم و بهش بپردازیم. بله سپاسگزارم. من در انتهای مصاحبهمون هم میخواستم سپاسگزاری بکنم از شما به خاطر بحث‌های خوبی که ارائه دادین، هم حضوری که داشتین در برنامه خودتون چالش. سپاسگزارم. در انتها هم به بینندگان عزیز هم میخوام بگم که ما به خاطر به این فاجعه‌ای که ما شاهدش بودیم و خوشبختانه فعلا خطر اون جدی در واقع جانی از خطر مرگ رفع شده و خب به همین در همین رابطه هم کتاب آیات شیطانی رو ما تهیه کردیم و تیم چالش و در کانال تلگرامی ما میتونید فایل های دو جلد کتاب آیات شیطانی رو به راحتی دانلود بکنید و این رو مطالعه بکنید. خب به پایان این مصاحبه هم میرسیم، با ما باشید. خب بینندگان عزیز برمیگردیم به استدیو، اما در رابطه با اعتراضات در دل طبقه کارگر میریم با هم گفتگویی که با عمر مینایی و صالح سرداری انجام دادیم و میبینیم. هر دوی شما عزیزان خوش آمد میگم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون. من سلام دارم خدمت رفیق عمر، شنوندگان و بینندگان و همچنین شما رفیق امیر. منم هم خدمت شما رفیق صالح و بینندگان. خب سپاسگزارم. در این بخش خدمت شما هستیم با موضوع اعتراضات جاری و صف‌بندی طبقاتی. خب موضوعی هستش که مربوط به امروز و دیروز نیست، همیشه ادامه داره در فضایی که در خصوصا در ایرانی که در واقع جامعه بر روی معیشت مطالبات مختلف دیگه در حال مبارزه و کشمکش طبقاتی هستن. اما در این رابطه میخوام از عمر مینایی ابتدا بپرسم که وضعیت کنونی اعتراضات و مبارزات طبقاتی جنبش‌های مختلف طبقه کارگر از کارگران تا موزبگیران، با توجه به اینکه شاهد اعتراضات کارگری حتی در بین صنعت نفت هم بودیم در هفته که گذشت، خب این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بله به باور من اعتراضات هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی یه پیشرفته خوبی رو داشته، از رشد خوبی و مناسبی با توجه به اون سرکوب های بسیار خشنی که ته این 43 سال جنبش های اجتماعی و از جمله جنبش کارگری شاهدش بوده خوب بوده است و همین باعث شد که این جنبش ها بار دیگر وقتی خودش رو در بعد از اون سرکوب های بسیار خشن دهه 60 و 70 در دهه 80 دوباره خودش رو بازسازی کرد با یک پتانسیل جدیدی و با یک خانش جدیدتری از شکل مبارزه، از نحوه به خیابان آمدن در درون خودش به وجود بیاره و ساختار سیاسی قدرت رو دچار چالش بکنه. به همین لحاظ ما میبینیم با وجود اینکه طبقه کارگری ایران، موزبگیران ایران از تشکل مستقل خود محروم شدن، شوراهای اسلامی کار عمدتاً و همگی زیر مجموعه خانه کارگر و یک نهاد امنیتی هستند و این فشارهایی که بر طبقه کارگر بدون سازمان بدون تشکیلات بود و ضمن اینکه بدون سازمان و تشکیلات و فشارهای امنیتی به شدت روز بود، این طبقه کارگر توانست گام به گام جلو بیاد، اعتراضات خودش رو گسترش بده، اتحاد و همبستگی درونی خودش رو بیشتر بکنه تا جایی که اتحاد و همبستگی محدود به درون ایران نمود و این اتحاد و همبستگی فراتر از محیط کارگری و جنبش‌های اجتماعی در سطح بین‌المللی هم وارد فاصله شد که حمایت‌های بین‌المللی برای خودش کسب کرد، یا اینکه اون ارتباطات بین‌المللی که بین فعالین کارگری و بخش‌های مختلف در جنبش کارگری در جاهای دیگه به وجود اومد. خب این از نکات مهم و برجسته این اعتراضات اخیر به باور من بود. اینکه صنعت نفت هم اومد، ما صنعت نفت رو باید به این شکل ببینیم، بخش بسیار وسیعی از کارگران نفت حدود 90% از صنعت نفت بخش خصوصی هستند، حقوق مزایای بسیار کمی به اونها تعلق میگیره، بخش خصوصی بخش بسیار فاسدی هستش، زیر مجموعه هر چند دولت و نهادهای
امنیتی اسخای پاسداران هستند و کارگران همچنان که گفتم تشکل و تشکلات خودشون رو ندارن، پراکنده هستند، به شدت سرکوب میشن. این بخش دچار وضعیت بسیار فلاکتباری است و بخش اون بخش 10% حداقل حالا اگه بگیم بخش دولتی هستن از امکانات رفاهی و امنیتی خوب شغلی برخوردار هستن و تلاش شده بین این دو تا بخش همیشه شکاف وجود بیاد و اون بخشی که 10% است و شارگ حیاتی مراکز صنعت نفت و پتروشیمی و اینها رو در نظر داشته باشه، تلاش کنه اونها رو محفوظ نگه بدارن که همین که شکاف وجود بیاره بین اون دو بخش، بخش خصوصی و بخش دولتی، همین که تلاش بکنن اون بخش رو برای مواقع ضروری روش حساب باز بکنن که اگر اون بخشی که متعلق به بخش خصوصی از کار نکرد اخراجشون بکنن. پارسال دیدیم که حدود 500-600 نفر اخراج شدن. به این شکل فشارها بیشتر رو بخش خصوصی است و اتفاقا اون به باور من اون شکافی که اینها تلاش کردن بین بخش دولتی و بخش خصوصی به وجود بیارن یه مقدار موفقیت آموز بوده براشون و بخش دولتی خیلی به ندرت ما شاهد این هستیم که وارد عرصه اعتراضات بشه. در ضمن مجموعه اعتراضات کارگری به بخش دولتی و خصوصی و اینها محدود نبوده که بازنشستگان بودن اومدن، مردم معترض بودن، اعتراض به بی‌آبی بوده، اعتراض به آلودگی هوا بوده، پرستاران، بازنشستگان، کارگران در بخش کارگران ریلی. در مجموع جنبش کارگری حالا به باور من وارد یک فاز نوینی شده، حداقل چند سالی وارد این فاز نوینی شده و این فاز کاملا طبقاتی است و هویت خودش رو به عنوان یه جنبش مطالباتی طبقاتی به اثبات رسانده. به خاطر همین هم رژیم بسیار نگران است که اگر این جنبش تداوم پیدا بکنه ممکنه ساختار سیاسی قدرت رو دچار چالش بسیار شدیدی بکنه. همین که در کشورهای دوروبر و کشورهای سرمایه‌داری می‌بینیم حساس هستن رو ایران که ایران هر جوری شده این حکومت رو محفوظ نگه بدارن، که این جنبش های اجتماعی هستن که پتانسیل عظیم طبقاتی رو در درون خودشون دارن و این رو نگذارن وارد فازی بشه که جنبش طبقاتی نیرومندی در ایران شکل بگیره که بتونه برای اونها مشکل ساز بشه و تغییر تحولات بنیادی در ایران وجود بیاره که میجون الگویی باشه برای کشورهای منطقه. بله سپاسگزارم. در همین رابطه از ساله سرداری میخواستم بپرسم که وضعیت کنونی اعتراضات جنبش های طبقه کارگر رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر من رفیق عمر مینایی مقداری توضیح داد که اوضاع از چه قرار و بخش های مختلف جنبش کارگری که ظرف چند سال گذشته فعالیتاشون، مشکلاتشون و اعتراضاتشون چه تو بخشای مختلف و از جمله در مورد نفت حرف زد. من فکر میکنم وضعیت جنبش کارگری همونطوری که رفیقمون اشاره کرد روز به روز تعداد بیشتری از لحاظ کمی وارد این اعتراضات میشن. این ماهیت سیستم سرمایه داریه و بخصوص تو این دوره ای که رژیمی مثل جمهوری اسلامی داره حاکمیت سیاهش رو بر زندگی مردم تحمیل کرده و میکنه، خب اضافه شده کل سیستم سرمایه در دنیا خب کاری کرده که ناچارن مردم، ناچارن کارگران به اعتراض دست بزنن و بیان خیابون. ولی به هر حال در جامعه مثل جامعه ایران با تو این روبنای سیاسی، این حاکمیت جمهوری اسلامی مشکلات طبقه کارگر و جنبش کارگری رو 10 چندان کرده. این تنها مثلا از لحاظ معیشتی نیست که کارگران و طبقه کارگر تحت فشار قرار دارن، از لحاظ نبود آزادی ها، نداشتن تشکل، سرکوب خشن، زندانی کردن فعالین و رهبران کارگری، همه اینها دست به دست هم داده که مثلا این وضعیت رو تحمیل کرده. ولی علی رغم تمام این مشکلات و این فشارها جنبش کارگری، جنبش طبقه کارگر در ایران یه جنبش قائم به ذاته به نظر من، بخصوص بعد از سال 96 و 98 و الانم شما کمتر روزی میبینید تو گوشه ای از این نقشه گربه
به هر حال تو یه جایی اعتراض نشه، تو کارگاه، تو کارخونه، تو محلات. اون اعتراضات هم توسط اقشار پایینی جامعه و در رأسش طبقه کارگره که الان کاری کردن، حتی کسانی که مثلا بازنشسته بودن، سالها رنج کشیدن، سختی و زحمت کشیدن برای اینکه بالاخره پول دادن، برای اینکه اگر بازنشسته رو توان کار رو از دست دادن بعد از 30-40 سال کار، لااقل بتونن با اون پولیو که دادن دست دولت بهشون برگرد و نمی کنن و وعده و وعید اینام ناچار شدن اومدن تو خیابون. میخوام بگم که ماهیت این رژیم، ماهیت این سیستم اینجوره که کل انسانهای اون جامعه رو غیر از یه اقلیت بسیار کمی که همه چیزو دارن در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی، اینا رو ناچار به مبارزه کرده، علی‌رغم اینکه خودشون ممکنه چیونم نخوان بیان تو خیابون، نخوان بیان روبروی پاسدار و اطلاعات و گلوله به دستای جمهوری اسلامی وایسن، ولی ناچارشون کرده که بیان تو خیابونا، تو کارگاه، تو محل کار و محل زندگی، در مقابل پاسداران سرمایه، در مقابل تفنگ و دستای جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوبگر امنیتی، همه اینها بیستن. و عرض کردم علی‌رغم این مشکلات و گیر و گرفتی که بر طبقه کارگر تحمیل کرده، این فقر و فلاکت و نبودن آزادی ها و نمیدونم تشکل و اینا، ولی کوتاه نبودن. یعنی همه روز ما میبینیم که در میان مردم و بخصوص در میان طبقه کارگر اعتراض به این وضعیتی که بهش تحمیل شده هست و روز به روزم گسترش پیدا کرده. میدونم که مثلا ظرف این چند سال، علی‌رغم اینکه مثلا این اعتراضات بوده، هنوز اون نتیجه رو نگرفته، هنوز نتونسته اون مطالبات و حقوق خودش رو از حلقوم رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در بیاره، اما با تمام اینها این جنبش حی و حاضر زنده است در میدانه و نمیتونن به نظر من وادارش کنن به سکوت و به عقب‌نشینی، چون بالاخره وضعیتی بهش تحمیل کردن، مگر یعنی که بره تو خونه بشینه از گرسنگی بمیره یا مجبور بیاد تو خیابون، که الان این در صحنه جامعه ایران این اعتراض و مبارزه میان طبقه کارگر و رژیم حاکم جمهوری اسلامی در جریان هست و ادامه داره. بله، سپاسگزارم. اما عمر مینایی اشاره هم کردن سازه سرداری به بخشی از معضلات که مثلا مثل بازداشت ها هستش، فشارها هستش، حالا یک مشکلات دیگه ای هم هستش مثل اقتناق، افتراق، مشکلات عمده متفاوت در جهت اینکه بالاخره مشکل پیش بیاد، مشخصا در طبقه کارگر و جنبش کارگری، برای اینکه نتونه در واقع به اون سطح سراسری تشکل یابی بشه. خب در جهت در واقع کنار زدن این مشکلات، چه به لحاظ سنفی و تشکل یابی، چه به لحاظ مبارزاتی و رادیکالیسم در برابر حکومت، به لحاظ توازن قوا، به نظر شما در این راستا باید چه اقداماتی رو انجام داد؟ بله، اگر منظور شما، من اینجوری متوجه شدم، منظور شما رو سازمانیابی بود که طبقه کارگر برای بسیار خوب. ببین، طبقه کارگر در جامعه بسیار اختناق زده مثل ایران، در جامعه ای که یک رژیم بسیار هار و وحشی بر اون حاکمیت میکنه، در جامعه ای که بیکاری به اوج خود رسیده، در جامعه ای که سالیانه خرید گوشت، یعنی سرانه خرید گوشت رسیده به 3 کیلوگرم، در جامعه ای که 60% مردم زیر خط فقرن، 40% زیر خط فقر مطلقن، این آمارها و ارقامی که در جامعه ایران داره نشون میده، در چنین شرایطی اون طبقه که وارد عرصه مبارزه شده راهکارهای مناسبی برای اتحاد و همبستگی خودش پیدا میکنه، با توجه به اون امکاناتی هم که وجود داره، طبقه کارگر میاد همچنان که سرمایه‌داری تلاش میکنه از هر ابزار و ارگانی برای سرکوب اون طبقه استفاده بکنه، که اون رو در مقابل خواسته و مطالبات که به اون تحمیل میکنه وادار به کرنش بکنه، وادار به سازش بکنه، وادار به تسلیم بکنه. خب طبقه کارگرم
تلاش میکنه از ابزارها و ارگانهای مختلف برای اتحاد و همبستگی درونی خودش و مبارزات خودش استفاده بکنه. همین فضای مجازی به باور من یک چیز بسیار خوبی رو، ابزار بسیار خوبی رو در دست طبقه کارگر قرار داد. اگر نمیتونه تشکلات مستقل خودش رو به وجود بیاره، اگر نمیتونه تشکلات اتحادی و سندیکایی خودش رو به وجود بیاره، شوراهای خودش رو به وجود بیاره، حداقل از اون فرصت مناسبی که در اختیارش هست بتونه هماهنگی و همگراهی رو به وجود بیاره. همین شد که شما میبینی وقتی که کارگران در یه بخشی اعلام اعتصاب میکنن، بخشای مختلف دیگر که به همدیگه مرتبط است همزمان در یه ساعت مشخصی وارد مثلا اعتراض میشن. ما در بازنشستگان اینو به خوبی میبینیم، ما در کارگران نفت و پتروشیمی اینها رو به خوبی دیدیم، ما در جاهای دیگر به خوبی میبینیم کارگران وقتی فراخوان اعتراض میدن در ساعات مشخص بیان اعتراضاتشو برگزار میکنن، ما در کارگران ریلی اینو دیدیم، در کارگران خدماتی اینها رو دیدیم. بنابراین درسته اون تشکلات و اون ارگانها و ابزارهایی که طبقه کارگر نیازمند اون هست که بتونه از اون استفاده بکنه نداره طبقه کارگر، و طبقه کارگر از اون محروم کردن. اما اون ابزارهایی که در شرایط خفقان طبقه کارگر به رسیده، چه چگونه میتوان این رو دور بزنه، به باور من پیدا کرده است، و به باور من این بوده که از این حداقل فضای مجازی که در اختیارش قرار گرفته توانسته تا حد اون خلأ عدم سازمانیابی رو پر بکنه، و توانسته ارتباطات خودش رو گسترش بده، توانسته اتحاد و همبستگی خودش رو در حداقل در سنف‌هایی که دچار مشکلات هستند، در سنف‌هایی که اعتراضات و اعتصابات در اونها شکل میگیره، در اونها به وجود بیاره، اون هماهنگی‌های لازم که نیاز بوده ازش استفاده کرده. ولی خب متاسفانه طبقه کارگر ما نتونسته، و به باور من راه حل هم این نیست که ما اصرار بکنیم در شرایط بسیار خفقانی که کارگر رو به جرم این که با کارگر دیگری در ارتباط بوده، به جرم این که با کارگر خارج از کشور ایران در ارتباط بوده، اونو به عنوان جاسوس میگیرن، میبرن زیر شکنجه، میوادر به اعترافش میکنن، در اون شرایط طبقه کارگر ایران اون ریسک رو بپذیره که مثلا تشکل دیگری رو، مثلا اتحادیه و سندیکا رو وجود بیاره. غیر از این که تشکل ابزار مبارزه طبقه کارگر است، مهم نیست به باور من اون اسمی که رو اون تشکل میگذاره چی باشه، مهم این است که اون ابزاری که در دست طبقه کارگر است توانسته از طبقه کارگر رو به اون اتحاد و همبستگی درونی خودش برساند، توانسته از طبقه کارگر رو دور هم جمع بکند، توانسته از طبقه کارگر رو از انشقاق و تشتت و پراکندگی نجات بدهد. اون ابزار هر چی میخواد باشه، وقتی طبقه کارگر بتونه اون رو در دست خودش بگیرد، تا قدم‌های بعدی چه توازن قوا ایجاد بکند و بتواند تشکلات مورد نظر خودش رو به وجود بیارد، به باور من طبقه کارگر اون خلأ و تحدی پر کرده است و توانسته از اون بگذرد. بنابراین همین به باور من طبقه کارگر خیلی هوشیارانه عمل کرده است، ضمن این که فشارهای امنیتی بر خودش کاهش بده، توانسته است از حد اقل امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته اون اتحاد و همبستگی درونی خودش رو به شکلی به وجود آورده است. بله، سپاسگزارم. اما ساله سرداری همین سوال از شما داشتن در رابطه با اینکه ما شاهد هستیم حالا به طور کلی طبقه کارگر داره بازداشت میشه داخل طبقه کارگر، و خب خود جنبش کارگری هم گرایشات مختلف سیاسی هستش، مشکلات عمده زیادی هم هستش به لحاظ صنفی و شرایط کاری و در واقع تمام چیزهایی که باعث میشه که این تشکلیابی به صورت سراسری به وقفه بیفته یا اعتراضهایی تحت این تشکلیابی. برای عقب زدن در واقع این وضعیت و ایجاد یک توازن قوایی برای نفس کشیدن تشکل‌های کارگری به نظر شما باید چه کار کرد؟ من فکر می‌کنم رهبران جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی در محل خیلی به نظر من خوب میتونن این مشکلات رو می‌بینن، براش راه و چاره حتما دارن. خب اینا تو خود اولا جنبش کارگری شما هم اشاره کردید یه گرایش مشخص نیست، گرایش های مختلف توش هستن، فعال هستن، گرایش سندیکایی، گرایش شورایی، گرایش رفرمیستی، و این سنت بوده تو جنبش کارگری، قبلنام بوده تو جریان قیام و انقلاب 57،
همین گرایشات مختلف بودن، هر کدامشون راه و شیوه خودشون رو دارن، ولی اون به نظر من اون گرایشی که من ازش دفاع میکنم و فکر میکنم این گرایش شورایی دخالت هرچه بیشتر آحاد کارگر در سرنوشت خود، در تشکلش، در مبارزش، در اعتراضش. و اگر مثلا کل این کارگران در صنفای مختلف، در تشکلهای توده خودشون، در شورا و مجمع عمومی خودشون شرکت نکنن، واقعا یه نقص است تو اعتراض و مبارزه، بخصوص تو دوره حاضر که با چنین رژیم هاری ما درگیر هستیم و سعی میکنه با تحمیق، با فریب، با سرکوب، با زندان انداختن رهبران کارگری این مسئله رو مثلا چیز کنه، برحال مخالفت بکنه، بشکنه و میگیره اینا رو میندازه زندان. ولی خب طبقه کارگر بخصوص بنظرم رهبران کارگری تو این مدت تجارب زیادی اندوخته کردن، کسب کردن. شما اصلا اگر برای مثال به هفت‌تپه نگاه کنیم، اگر یهو میبینن اسماعیل بخشی رو میگیرن، بعد روزش یکی دیگر اونم میگیرن، هفته بعد یکی دیگر میاد و مثل هم دارن حرف میزن، مثل هم دارن اعتراضات و مبارزات و رهبری میکنن، به پیش میبرن. و این به نظر من یکی از رمزهای موفقیت مثلا جنبش کارگری در هفت تپه بود. یکی دیگر از اون مشکلاتی که به نظر من هست در جنبش کارگری و مانع تا الان اینه که اون مراکز اصلی کارگری، تجمع کارگری مثل زوباهن، مثل ماشین سازی ها، پتروشیمی ها اومدن ولی ناکافی، مثل نفت اونجایی که هزاران هزار کارگر هستن هنوز نیومده بیرون، هنوز به این اعتراض مثلا به اون اندازه که لازمه تو این اوضاع نپیوسته. من فکر میکنم اگر رهبران کارگری و فعالین کارگری این مسئله رو در نظر داشته باشن، اون دیو اگر بیاد بیرون، نه هیچ نیروی علی رغم سرکوبگریش، نمیدونم اطلاعات و نیروهای امنیتیش، بسیج و فلانش، نمیتونه جلو اینو بگیره، کما اینکه ما در انقلاب 57 اینو دیدیم. به این خاطر من فکر میکنم یکیش درگیره و اینه که مراکز اصلی کارگری بیان تو صحنه. دو، به نظر من جای بعضی از رهبران کارگری که اگر میاندازنشون زندان باید فوری پر بشه، مثل همون نمونهی که مثلا در هفت تپه عرض کردم. به این خاطر به هر حال رهبران جنبش کارگری و بخصوص اون گرایش رادیکال رو که در همیشه در فکر اینه که کارگران رو متحد کنه، متشکل کنه، دستشون رو در دست هم بذاره و با هم این مبارزه و اعتراض رو پیش ببرن، اینه که به نظر من این اعتراضات و مبارزات رو به پهنایی کل جغرافیای ایران و بخصوص اون مراکز اصلی که کارگران توش تجمع دارن تعمیم بده و یه رهبری سراسری. خب به نظرم رهبری اول در محل پیش میاد و الان هستن. رفیق عمر بهش اشاره کرد، به درجاتی طبقه کارگر غیر علنی یا غیر مستقیم یه سازماندهی در میان خود داره. به همین خاطر اگر مثلا میگن آقا فلان روز بیان بیرون، همشون میان بیرون اجاره، یا فلان مرکز دیگر میاد، ولی این اعتراضات و مبارزات محلی اگر یک کاسه نشه و نشه یک این همه این جوبها به هم وصل نشن و نشه این وضعیت کماکان ممکنه به قوت خودش باقی باشه. و فکر میکنم وضعیت به طرفی میره که این اعتراضات و این مجموعه، این روتا، این مبارزات و تشکلهایی که در محل هستن و غیر علنی و یا به درجاتی مخفی هستن و اینا، به نظر من باید متحد و متشکل بشن. اون وقته که به نظر من علی رغم همه نیروی سرکوبی که رژیم داره نمیتونه در مقابل این اعتراضات وسیع مقاومت کنه و اون وقت به نظر من به طرف پیروزی و به دستاوردهای خود خواهند.
بله سپاسگزارم. اما اینجا باید اشاره بکنم که متاسفانه وقتمون کم مونده، 2 دقیقه برای هر جواب هر یک از شما عزیزان وقت مونده، ولی سوالی هستش که بهش بخشن اشاره کردی. در واقع عمر مینایی، ابتدا از شما میخواستم بپرسم که در واقع راهکار مهم پیش روی پراتیک که الان جنبش کارگری و جنبش های طبقه کارگر باید انجام بدن چیه؟ دقیقا نقطه‌ای که رفیق صالح اشاره کرد، اتحاد و همبستگی. اتحاد و همبستگی همان چیزی است که میتونه توازن قوا را تغییر بدهد. اتحاد و همبستگی همان چیزی است که میتونه مطالبات مشترک و فریاد بزنه. اتحاد و همبستگی سراسری همان ابزاری است که رژیم از آن به شدت وحشت دارد. به خاطر همین شما اگر نگاه بکنید در میان معلمین، کارگران، بخش‌های مختلف میره پیش روان اونها رو میگیره، زندانی میکنه، که اون شکاف بین پیجروان و رهروان و جنبش کارگری رو، اون شکاف رو ایجاد بکنه و اینها رو از هم دیگه جدا بکنه. چون میدونه اون حلقه هایی که به هم وصل شدن، اون سرآغاز یک کار بسیار بزرگ و مهمی است، سرآغاز یک اتحاد و همبستگی طبقاتی است که میتونه خواسته و مطالبات مشترک رو فریاد بزنه، که میتونه توازن قوا رو تغییر بده، که میتونه این برای رژیم نه تنها ایران، برای رژیم هر رژیم سرمایه‌داری بسیار خطرناک باشه وقتی طبقه کارگر به اتحاد و همبستگی برسه. بنابراین بحث من همین است، طبقه کارگر تا وقتی که به اتحاد و همبستگی سراسری نرسه، تا وقتی که خواسته و مطالبات مشترکش رو یک کاسه نکنه، تا وقتی که در کنار هم قرار نگیره، حالا به هر شکل از سازمانیابی که خودش تشخیص میده و خودش مناسب میدونه که در این شرایط تشکیل به، طبیعتا منم اعتقادم بر این گرایش شورایی یا سازماندهی شورایی عالی ترین و بهترین نوع تشکیلات از برای طبقه کارگر و میتونه طبقه کارگر رو به سرانجام مقصود خودش برسونه. اما تمام اینا بستگی به این داره، آیا اون مجموعه طبقه کارگری که همکنون وارد عرصه مبارزه نشده، اون ضرورت رو درک میکنه وارد عرصه مبارزه از معلمین، از کارگران بخش‌های مختلف و در کنار هم قرار میگیرن که اتحاد و همبستگی خودشون رو به نمایش بگذارن، به تنهایی نه بازنشستگان، نه معلمین، نه کارگران نفت و پتروشیمی، نه هیچ جای دیگر، ریلی، نه پرستاران نمیتونن به خواسته و مطالباتشون برسن. این یه واقعیت است. اعتراضات وسیع شده اما هیچ مطالبه‌ای به ثمر نرسیده. علتش همین بوده که هنوز جنبش طبقه کارگر سراسری نشده و اتحاد و همبستگی درونی خودشون در سطح سراسری وجود نداره. بله سپاسگزارم. همین سوال از شما داشتم ساله سرداری، در راه درست، در واقع الان در راه پراتیک، راه عملی که جنبش کارگری و کل جنبش طبقه کارگر باید انجام بدن در شرایط کنونی چیه؟ همون چیزایی که رفیقمون عمر اشاره کردن بهش من فکر کنم همونه، منتها من دوست دارم یه مثلا چیز بگم. به نظر من جمهوری اسلامی پیچگی های خودشو داره. این اوضاع، این مبارزات، این اعتراضات توده‌ای و کارگری و همه اقشار مختلف، اگر مثلا در زمان شامی بود به جای 57 54 سرگونش میکرد، ولی خب جمهوری اسلامی پیچیده تره، غرب پشتشه، به یه درجه ماشین سرکوبش روزانه حدادی کرده، ولی اینجور نیست که قابل شکستن نباشه این ماشین سرکوب. شما نگاه کنید، به نظر من تجربه معلمان تجربه بسیار روشنیه. معلمان چون سراسری مثلا اعتراض کردن به یه درجاتی جنبش معلمان، مثلا میگفتن در تهران، مریوان، سنندج، سقز، شیراز، فسا، جم، در اقصا نقاط مختلف ایران معلمین میومدن بیرون و به یه درجه متشکل بودن و تونستن بعضی از خواسته و مطالبات خودشونو به جمهوری اسلامی تحمیل کنن. من فکر میکنم در مورد جنبش کارگری، میدونم حساسیت بیشتری هست نسبت به جامعه معلمان بش، چون میدونه اگر این جنبش کارگری در سطح عموم بیاد خیابون، برزن کار جمهوری اسلامی دیگه تمومه، رفتنیه. به این لحاظ تمام تلاششون رو میکنن که نذارن سرکوبش کنن، تحمیقش کنن، باش مواردی کوتاه میان، کلا میخوان بزن سرشون. ولی کلید اصلی همون بحثیه که رفیقمون اشاره کرد، اونم متشکل کردن کل جنبش کارگر در مقابل جمهوری اسلامی. و این به نظر من دست رهبران عملی، رهبران کارگری، رهبران کمونیست و رهبران جنبش شورایی و کارگری رو در ایران میبوسه تا به این مسئولیت بزرگ و عظیم که به نظر من تأثیر در دنیا خواهد داشت نائل بیاد.
بله سپاسگزارم، به پایان وقت مصاحبهمون رسیدیم. خیلی بحث مهمیه، امیدوارم که بتونیم در برنامه های دیگه هم با شما عزیزان باشیم. بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه خودتون چالش قرار دادید. مرسی، خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه های چالش می رسیم. تا چالش دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.